سلام دوستان، امیدوارم که حالتون عالی باشه. مهدی شهرکی هستم و امروز با یه آموزش فتوشاپ، نرم افزار فتوشاپ در خدمتتون هستم. توی این آموزش میخوام در واقع آموزش نحوه تبدیل عکس به تکسچر بدون درز رو بهتون یاد بدم که چجوری توی فتوشاپ ما این کار رو میتونیم انجام بدیم. مثلا ما رفتیم از یک تصویر، حالا یه MDF، من اینو از عمد اینجوری عکس گرفتم که کاملا ببینید کاملا کجه، اصلا کادر درستی نداریم، دستم کج بوده که این عکس رو گرفتم، زاویه دوربین کج بوده و اینو میخوایم تبدیلش کنیم به یه تکسچر بدون درز و صاف و مرتب. بدون درز منظور اینه که تکسچر جایی که تکرار میشه درزی دیده نشه دیگه، یعنی تایلیبل باشه، قابلیت تکرار داشته باشه. پس میریم که با هم دیگه این آموزش رو توی فتوشاپ داشته باشیم. ببینید من این عکس رو اینجوری گرفتم، شما الان مثلا یک جایی عکس چوب، MDF، سنگ، سرامیک یا هر چیز دیگه که بافت داره، مثلا اینجوری راه داره، تار و پود داره رو میخواین بگیرین، سعی کنین توش نور نیفته فقط. حالا نور هم میشه هایلایت ها رو کم کرد یا کنترل کرد، ولی سعی کنید تا اونجایی که بشه، یعنی سایه دست خودتون یا مثلا نور، انعکاس نور داخل تصویرتون نباشه. الان انعکاس داریم ولی خیلی کم اینجا هستش، ولی خب تصویر رو اگه به این صورت کج و کوله و اینا داشتین مشکلی نیست. ما میایم اینجا فایل نیو رو میزنیم رو حالت پیکسل، ببین 4096 در 4096 با رزولوشن 300، خب سایز پیکسل دقت کنید، این میشه سایز تکسچر 4K. خب من اینو باز میکنم، اینجا قفلشو باز میکنم، اینجا هم این قفل رو باز میکنم، اینو میکشم میارمش اینجا. ببینید به این صورت. خب حالا اینو من بزرگش میکنم، یک بار اینتر رو میزنم که برای من با سایز جدید نشون بده. حالا کلید کنترل رو میگیرم، دقت کنید، از اینجا من اینو میکشم به این سمت، از اینجا من اینو میکشم به این سمت. ببینید یه حالت صاف رو گرفت، اون کجی زاویه دوربین رفع شد. الان ببینید من اینو میارم این کنار، خب اینجا دیگه دیده نمیشه دیگه، اینم از اینجا خیلی راحت. خب حالا اینم میتونیم اینجا بکشیم این ور، خب اینم بکشیم هیچ مشکلی نداره. خب پس ما الان ببینید چه اتفاقی رو داشتیم، اینجا اصلا زاویه دوری مشخص بود که کجه، از پایین به بالا گرفته شده، ولی الان این تکسچر رو همینطور که میبینید شما، ما کاملا دیگه صاف داریمش. این لایه اول رو میتونم پاک کنم اینجا. خب اینجا من این با این ابزار کراپ یک بار اینتر رو میزنم، اینجا اوکیش میکنم که با کادر 4096 من اوکی بشه. خب الان ما تکسچر 4K داریم، اما باید چک بکنیم ببینیم سینلس بدون درز یا همون تایلیبل هست یا نه. ببینیم از این قسمت فیلتر آدر آفست رو میزنیم، ببینید از حالت ورتیکال و هوریزنتال، خب به این صورت ما میتونیم چک کنیم. ببینید ورتیکالش این یعنی، حالا ببخشید، عمودی کار، خب تایلیبل هست تقریبا ولی میتونیم باز بهترش کنیم، ولی به صورت افقی همینطور که میبینید این تکسچر اگه تکرار بشه به هیچ عنوان بدون درد و های لیبل نیستش. و مثلا شما این ببرین توی تیلیدی مکس یا هر برنامه دیگه بخواین استفاده کنین به مشکل میخورین. اینجا همونطور که میبینین درس داریم، ما اینجا خط رو داریم کامل میبینیم، ولی این خط، این یکی این هستش، ببینید این خط هست خیلی کم و زیاد مشاهده نمیشه، دیده نمیشه. ما میایم چیکار میکنیم، اینو اوکی میکنیم. خب آفست رو الان زدیم، میایم اینجا با استفاده از این ابزار پچ تول، خب من میام اینجا به این شکل
اینجا یه اینطور چیزی رو میکشم. خب حالا انتخاب که شد، کلیک رو کلیک میکنید و درگ میکنید به این صورت. حالا کنترل دی میزنم، ببینید بهتر شد. الان اتفاق رو دیگه خیلی کمتر داریم میبینیم نسبت به اون حالت قبل. من الان یه کنترل زد بزنم و کنترل دی، ببینید این خط کاملا مشخص. خب من از اینجا ریدو کنم، شیفت کنترل زد. خب نه، یک بار دیگه این کار رو انجام میدیم، آفست میکنیم. خب الان شما اینو دیدین که چه اتفاقی رو داریم. خب من اینجا یه کنترل جی میزنم که یه لایه جدید ایجاد بشه و نتیجه کارمون رو بعد از این اتفاق هم ببینیم. من به این شکل میرم، خب که مثل حالت یعنی راه چوب بیاد برای ما این رو برش بزنه. خب یک کلیک درگ به بالا، مثلا به این صورت. من یک کنترل دی میزنم، ببینید الان کاملا نمیشه بگیم کاملا، اما خیلی خیلی بهتر شد. اگه بخوایم خیلی دقیق مثلا این خط و خطوط رو ایجاد کنیم، ببینید مثلا من باید بیام اینجا، خب اینو، خب به این صورت خیلی دقیق تر بخوام انجام بدم، بیام مثلا اینو بذارم اینجا، هی تست بگیرم، ببین الان بهتر شد. خب مثلا همینجور این کار رو ادامه بدم، مثلا اینجا ببینید جداگونه. من اومدم به صورت یک برش کلی این کار رو انجام دادم، شما میتونید بیشتر روی این موضوع زمان بذارید. ببینید الان بهتر شد. مثلا ما میخوایم از اینا بیایم بالاتر هم. خیلی باید با حوصله این کار رو انجام بدید دیگه. به این صورت نسبتاً ما یه تکسچر بدون درز داشته باشیم. الان تکسچرمون بدون درز شده. خب ببینید الان اینجا ما به این صورت خط رو کاملا میدیدیم، ولی الان دیگه این خط رو نمیبینیم و تا یه حدودی این کار رو رفع کردیم. این قسمت رو هم همینطور میتونیم بیایم اینجا به این صورت، این خط عمودی رو به این صورت جابجا کنیم، چک کنیم. الان خوب نشد، ببینید دوباره جابجاش میکنیم. الان بهتر شد. آره خب اینم از این قسمت. یک بار دیگه آفست میتونیم بزنیم. نه خب کنترل زد میزنم. یک مقداری میتونیم بیایم این هایلایت یعنی این نوری که اینجا افتاده و این تاریکی رو اینجا رفع کنیم تا یه حدودی. به چه صورت؟ ببینید من اول این رو اینجا نه خوب نشد بکنم، از قبل باید این رو نه. این الان این حالت خط درزدارمون هستش. نه این الان خوب نیست، ببینید باید امتحان کنیم دیگه.
و یک نتیجه خوب رو بتونیم در بیاریم. از نظر بریم بهتر که این خط رو کوچیکترش کنیم. این صورت الان نسبتا بهتر شد. خب بیاییم برای رفع اون قسمت هایلایت ها ببینید از کدوم ابزار میشه استفاده کرد. از ابزار خب ببینید برای ایجاد هایلایت توی تصویر میتونیم از این ابزار استفاده کنیم. ببینید همونجوری که خودم نشون میده Lightness Areas in an Image Dodge Tool. خب من اینو میام بزرگترش میکنم یه کمی. Exposure 50 هستش. ببینید از این حالت میتونیم هایلایت میتون و شادو رو انتخاب کنیم. تست بگیریم و الان اینجا زیاد شد. ببینید یک بار بریم اگر روی هایلایت باشیم خب هایلایتش زیاد جالب نمیشه. میتون اکسپوژرش رو کمتر میکنیم. همینطور که میبینید الان یک دستتر شد تصویرمون. خب یعنی نورمون تقریبا یک دست شد و الان کلا ما دیگه یه تکسچر 4K داریم که با استفاده از دوربین ما اینو گرفتیم. خب برای اینکه کیفیت کار رو بهتر کنیم ببینید الان این تکسچر این بود، خط به علاوه توش پیدا بود، الان دیگه هیچ خطی ما نداریم. شما هر چی هم که بخواید آفست بدین ببینید شما هر چی که بخواید آفست بدین حتی به اون صورت دیده نمیشه که خیلی به چشم بیاد و کار ما رو بخواد خراب کنه. من اینجا اینو اوکی میکنم. حالا برای افزایش حالا کیفیت تکسچرمون میتونیم بیایم اینجا با استفاده از اون فیلتر بیایم تکسچر رو یکم ببریم بالا. ریپی رو هم میتونیم یک کمی افزایش بدیم. میتونیم با استفاده از این گزینه ها یه مقداری نور و رنگ رو کنترل کنیم. کنتراست ایجاد کنیم. اگر احتیاج به اکسپوژر باشه اکسپوژر رو ببریم بالا، اگر نه میتونیم اینجا بیایم یه تون رنگ زرد رو بدیم که یکم گرمتر بشه. میتونیم یه کمی کار رو شارپ کنیم، جزئیات بیشتر بشه، نویز ها رو از تو کار بگیریم. ببینید این نویز ها رو میگیره. ببینید الان چه تغییری کرد، خیلی بهتر شد. خب و الان مثلا این نتیجه کار ما به صورت نهایی هستش و اینم که از قبل داشتیم کاملا بیروح بود. الان یه تکسچر چوب 4K در واقع میشه گفت بدون درز داریم و اینو شما میتونید توی هر نرم افزاری توی چنل بیس کالر یا دیفیوزتون استفاده بکنید. خیلی راحت تایل میشه و درد سر مثلا تایل و مثلا درز و خط درز و اینجور چیزها دیگه تقریبا میشه گفت نداری. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه. حتما به وبسایت من سر بزنید و همچنین چنل رو سابسکرایب کنید. نکته بعدی توی آموزش بعدی من همین تکسچر رو میام براتون چنل های مختلفش رو خروجی میگیرم، یعنی
چنل بامپ براش درست میکنیم، چنل رافنس براش درست میکنیم و همچنین چنل نورمال و ای او رو هم حتی میتونیم برای این درست کنیم توی همین فتوشاپ که در نهایت بتونیم یک متریال پی وی آر رو داشته باشیم توی کارمون که خیلی خیلی طبیعی تر میتونیم توی کارهامون استفاده بکنیم. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه.